همراهان از کلیپ شو سلام، امیدواریم سرحال و سلامت باشید. با یکی دیگه از برنامه های دکتر شو همراه شما هستیم تا اوقات شاد و مفیدی رو برای شما فراهم کنیم. در این برنامه میخواییم به 10 راهکار مقابله با افسردگی بپردازیم. لطفاً تا انتها ما را همراهی کنید. دست کم 1/5 مردم دنیا یک بار در عمرشون مبتلا به افسردگی میشن. در این برنامه 10 راهکار برای مقابله با افسردگی رو با شما در میون میذاریم. قبل از اینکه بریم سراغ این راهکارها، دکمه سابسکریپشن رو فشار بدین تا شما رو ببره به کانال کلیپ شو که میتونین اونجا صدها ویدئوی مفید ببینین. و اگه گزینه نوتیفیکیشن رو فعال کنین، از اولین افرادی خواهید بود که در طول روز ویدئوهای ما رو میبینین. تغذیه. به تغذیه‌تون اهمیت بدین و از تغذیه سالم بهره بگیرید. سبزی‌ها، میوه، ماهی و روغن‌های سالم رو بیشتر در برنامه غذاییتون بگنجونید. به تغذیه‌تون تنوع ببخشید. حتی در دورانی که دچار استرس و فشار زمان هستید، تغذیه سالم رو فراموش نکنید. در ضمن، از مصرف مشروبات الکلی، دخانیات، شکر، آرد سفید و نشاسته خودداری کنید. حرکت. درست زمانی که احساس بی‌حوصلگی و خستگی می‌کنید، ورزش می‌تونه به شما حس خوبی ببخشه. فعالیت بدنی باعث میشه گردش خون در مغز بهتر صورت بگیره و هورمون‌های شادی بخش سروتونین و دوپامین بیشتر ترشح بشن. توصیه میشه که بدین منظور 30 دقیقه در روز ورزش کنید. استشمام هوای تازه در بیرون خونه. تا جایی که میتونید در هوای تازه و آزاد حرکت کنید. هم فعالیت ورزشی و هم نور تأثیر مهمی در مقابله با افسردگی دارن. حتما نباید هوا آفتابی باشه، چون نور معمولی روز حتی وقتی هوا ابریه به قدر کافی دارای پرتوی فرابنفش هستش. افزون بر این، حرکت در هوای آزاد باعث تقویت سیستم دفاعی بدن میشه. برای اینکه انگیزه بیشتری پیدا کنید، با دوستانتون قرار بذارید. خواب کافی. خواب مرتب، کافی و تجدید کننده قوا برای سلامت جسمی و روانی مهمه. انسان به طور متوسط نیاز به 7 ساعت خواب داره. البته میزان نیاز افراد به خواب میتونه متفاوت باشه. برای اینکه بتونید شب به خوبی بخوابید و با خستگی طول روز مقابله کنید، بهتر از خواب میان روز دوری کنید یا حداکثر 30 دقیقه ظهر بخوابید. تمرین ذهن آگاهی یا حضور در لحظه. به جای درگیری با افکار منفی و گم شدن در اونها، ذهنتون را بیشتر روی همینجا و همین الان متمرکز کنید و اطرافتون را با آگاهی بیشتری ببینید. برای نمونه ببینید وقتی دستاتون رو میشویید، آبی که روی پوستتون میریزه چه حسی به شما میده. ذهن آگاهی یا حضور در لحظه کمک میکنه تا آرامش پیدا کنید. گیاهان ضد افسردگی. گل رائی یا سرده تنها گیاه داروییه که تأثیر ضد افسردگی اون ثابت شده. متخصصان تا مدت پیش این دارو رو برای درمان افسردگی خفیف یا متوسط تجویز میکردن. در این میون برخی از اونا به این نتیجه رسیدن که این گیاه به درمان افسردگی شدید هم کمک میکنه. اما پیش از استفاده از این گیاه باید با پزشک مشورت کرد. تمدد اعصاب. برای کاهش استرس زندگیتون از تکنیک های مختلفی استفاده کنید که به عنوان کاهش دهنده استرس شناخته میشن. برای نمونه میتونید به طور مرتب به مدیتیشن بپردازید. این تکنیک ها استرس شما رو کم میکنن و نیروی حیات رو به شما برمیگردونن. صحبت با خانواده و دوستان. با روشنی و صراحت درباره افسردگی با خانواده و دوستانتون حرف بزنید. در این باره که چه احساس میکنید، خواهید دید که تفاهم نشون میدن. ممکنه کارهای مشخصی باشه که بتونن برای شما انجام بدن. بعضی اوقات کافیه با تکون دادن سر به شما بگن درکتون میکنن و بعضی اوقات کافیه که شما رو در آغوش بگیرن. خروج از چرخه افسردگی. مشخصه ی افسردگی افکار منفیه که در دایره میچرخن و تکرار میشن. سعی کنید به افکارتون توجه نکنید. بپرسید این افکار از کجا میاد. هر موقع دیدید که دوباره مشغول افکار منفی هستید، به خودتون ایست بدید. افکار منفی رو متوقف کنید و به جای اون افکاری مثبت رو جایگزین کنید. نظم دادن به زندگی روزمره. نظم و ساختار زندگی روزمرتون رو حفظ کنید یا از نو بسازیدش. همه چیزهایی که در گذشته باعث خوشحالی و لذت براتون بودن رو تا جایی که میشه نگه دارید. برای نمونه پیاده روی روزانه یا دیدار هفتگی با دوست یا خانواده رو. صرف وعده های غذا در ساعاتی معین هم به زندگی روزمره نظم و ساختار میبخشه.
خب، به پایان یکی دیگه از برنامه‌های دکتر شو رسیدیم. تشکر از اینکه این ویدیو رو تماشا کردید. امیدواریم از دیدنش لذت برده باشید و براتون جالب و سودمند باشه. خوشحال میشیم نظرات و پیشنهاداتتون رو راجع به این ویدیو بنویسید و برای اینکه بتونیم برنامه‌های بهتری برای شما تهیه کنیم، ما رو سابسکرایب کنید و کلیپ شو رو برای دوستانتون معرفی کنید. پاینده باشید.